مامان حالش خوب نیست؟ من چیکار به اون دارم؟ حالا شخص توی دیگه انقدر اذیتش کردی داره گریه میکنه. برو ازش معذرت خواهی کن. به من چه؟ من با تو از مدرسه اومدم دیگه هم باشه حرف نزدم. بچه دیگه یه چیزایی رو نمیفهمی. مامان دلش نمیخواد از کیوان جدا شه. یعنی چی دلش نمیخواد؟ قول داده بابا با سرمین گذاشته ما بیاییم پیشش. نبینی از موقع حالا چقدر ناراحته؟ به خاطر ما داره از کیوان جدا میشه. خب بشه، مامانا به خاطر بچه هاشون باید هر کاری بکنن. خیلی لوسی سهیب، همش به فکر خودتی. اصلا معلومه تو چرا داری از کیوان دفاع میکنی؟ من از کیوان دفاع نمیکنم، من از مامان دفاع میکنم. اگه به بابا نگفتم؟ فعلا به کیوان چیزی نگو، بالاخره که میفهمه. بذار ببینیم چی پیش میاد. تو هنوز تصمیمت برای طلاق جدیه؟ تو که میدونستی از اولش هم برام جدی نبود. یعنی باز میخوای ادامه بدی؟ مامان نمیدونم، به خدا نمیتونم فکر کنم. این وسط فقط همین یکی رو کم داشتم. میخوای نگرش داری؟ یعنی چی؟ اگه بچه مریض باشه چی؟ خط این نشون پریا پشیمون شده بود. خالت نذاش به ما بگه.
تکلیف منو معلوم کنین، اینا اصلا جدا میشن یا نه؟ ساکت، صد بار بهت گفتم حرفتو آروم بزن. آروم حرف زدیم که الان وضعمون اینه. سهیل بس کن دیگه. چیه چه خبره؟ آره من یه قولی دادم، رو حرفم هم وامیستم، فقط دیگه چیزی نشنوم. پریا خونه هست؟ آره بالا پیش بچه هست. حالش خوبه؟ بهتره. نگفت چرا غیبی زده بود؟ فهم کنی شرط باید براش راحت باشه. من نیومدم اینجا با شما جر بحث کنم. بگید بیا که ایوا کارش داره. چی کارش داره؟ شما صداش کن بیاد. پریا داره استراحت میکنه، خوابیده. شما سلام علیکم. نمیخوای بگی کجا رفته بودی؟ این همی تو غیبت زد، همه رو نگران کردی، یه بارم من اشکالی داره؟ آزمایش دادی؟ تو اصلا واسه چی اومدی؟ خب فردا همدیگر رو تو دادگاه میدیدیم، همه چی هم تمام میشد. فکر کنم هنوز زن و شوهریم. زن و شوهری؟ آدم که هستم، نگران که میشم. آزمایش دادی؟ پریا خب چرا اینجوری میکنی؟ تو که شرایط منو میدونی، بابا دارم دیوونه میشم، من دیگه مغزم کار نمیکنه. تو بگو چیکار کنی، من همون کارو میکنم. من حاملم. شد مبارکه انشالله. مبارکه بابا. چی شد نگره؟ نکنی یه فکرهایی تو سرتون بوده؟ چه فکرهایی؟ نمیدونم والا، این روزا اتفاقایی میفته که آدم به همه چیز مشکوک میشه. من از حرفات سر در نمیارم، ولی هر تصمیمی که هست پریا باید خودش بگیره. خب پس کیوان چی؟ این یه معجزه است، ما هیچ کدوم منتظرش نبودیم. حتما یه حکمتی داره. چرا با این چرت و پرتا میخوام جلو حکمت خدا رو بگیریم؟ به خدا بچه خودش یه نعمته. من زن شوهرایی میشناسم که با داشتن یه بچه زندگیشون محکمتر شده. خیلی خوب، من که حرفی نزدم. چرا خب؟ همین که میگی هرچی پریا نظرش باشه یعنی چی؟ اگه این بچه مریض دنیا بیاد چی؟ فکرشو کردی؟ نفوس بد نزنیم، خدا یه بچه به ما داده، باید شکرگزار باشیم. انشالله پریام طوریش نیست، سالمه، بچهشم سالمه، سالمم به دنیا میاد.
اصلا چرا روزه شکدار بگیرید؟ برید یه دکتر ببینید چی میگه. ببخشید ما بی موقع تو بیمارستان مزاحمتون شدیم. خواهش میکنم. مبارکه. تازه متوجه شدین؟ بله. شما داروهاتون رو مرتب مصرف میکنید؟ بله. خب خدا رو شکر جواب این آزمایشتون هم که منفیه. اگه بازم کاذب بود و چند ماه بعد مثبت شد چی؟ با یه بچه مریض چی کار کنه؟ ببینین درسته که یکی از راه‌های انتقال از مادر به جنینه، اما همیشه این اتفاق نمی‌افته. احتمالش خیلی ضعیفه که جواب آزمایشی که الان منفی هستش بعد از چند ماه مثبت باشه. حالا اگه خدای نکرده دختر من از اون بعد شانساش بود و 6 ماه بعد نتیجهش مثبت شد چی؟ حالا کی گفته بچه هم حتما باید مبتلا بشه؟ یعنی ممکنه مادر مریض باشه و بچه سالم؟ خب الان انقدر علم پیشرفت کرده که اگه یک سری مراقبت‌هایی که بهتون میدیم و دقیق انجام بدیم و به خودتون مسلط باشیم، من بهتون قول میدم که یه بچه کاملا سالم به دنیا میاریم. ببینید خانم دکتر، من نمیخوام که ما باعث مبتلا شدن یه انسان دیگه بشیم. امیدوارم حرفایی که میزنیم فقط یه دلداری خشک و خالی نباشه. نه عزیزم، حرف علمی میزنم. یعنی حتی اگه منم مبتلا بشم امکانش هست که بچه‌م سالم بمونه؟ اگر که تحت مراقبت باشید به احتمال زیاد بچه کاملا سالمه و هیچ اتفاقی براش نمیافته. 3 مورد هست که باید رعایت بکنید. ما هم کمکتون میکنیم. در دوران بارداریتون حتما باید درمان داروییتون رو شروع بکنید و یک سری جلسات هست که مشاوره‌ای هست، باید اونا هم شرکت کنید. دوم بحث زایمانه که اگر مادر مبتلا باشه در زایمان طبیعی احتمال انتقال درصدش خیلی بالا میره. و سوم برمیگرده به زمان شیردهی که نباید بچه از مادر تغذیه بشه. همین؟ بله، به همین راحتی. ببخشید، پس این احتمال کم چی میشه؟ تو بحث پزشکی اصلا با قاطعیت حرف نمیزنن، یعنی 100% نداره. اما خب تو این مدت مادرانی که مبتلا به HIV بودن و اینجا زیر نظر ما و تحت مراقبت فرزندشون رو به دنیا آوردن، ما حتی یک مورد هم ندیدیم که فرزندی مبتلا شده باشه. اون احتمالات کم هم ممکنه به خاطر رعایت نکردن مادر باشه. ولی مهم اینه که الان شما روحیتون رو حفظ بکنی و انرژی مثبت داشته باشی. سوهر جان، شما خیلی پسر خوبی هستی. شنیدم خیلی هم زرنگ و باهوشی. خب دیگه بزرگ شدی بابا جان، خیلی چیزا رو باید متوجه بشی. شما دوتا بیشتر از سنتون میفهمین. بچه های کوچولو وقتی مادرشون یه نینی به دنیا میاره ناراحت میشن و حسادت میکنن. شما دوتا بزرگ شدین، باید خیلی هم خوشحال باشین که یه همبازی پیدا کردین. دختری یا پسر؟ هنوز که معلوم نیست بابا جان، هنوز خیلی زوده. کیوان بیاد تو این خونه، من از اینجا میرم. کیوان شماها رو خیلی دوست داره. اصلا همه این بگیر ببنده به خاطر شما دوتا بود. شماها عین بچه‌های خودش هستین. دستشون درد نکنه، ما خونمون بابا داریم. کیوان که نمیخواد جای بابا شما رو بگیره. کی این حرفو زده؟ ببینم تا حالا نشستی مرد و مردونه باهاش حرف بزنی؟ فکر کنی به من این حرفو گول میخورم؟ الان اگه بابام بفهمه نمیذاره من یه دقیقه تو این خونه باشم. سهیل، سهیل بابا جان، سهیل. سهیل، سهیل بابا جان، درو باز کن. سهیل، در باز کن بابا جان. پریا مامان، تو میدونی من اگه هر کاری که کردم، هر چی که گفتم، فقط به خاطر خودت بوده و بچه‌ها،
اما اگه سویل و سیما بچه تن، اینم الان بچه توه. برو جلو، نگران هیچی نباش، دلتو خرس کن، خودم پشتتم. باید کسی باشه که به کارش وارد باشه، دلسوز باشه، هزینش هم اصلا مهم نیست. به نظرم بهتره به گلی بگیم ببینیم کسی رو میشناسه. باید خوب بتونه از پریا مراقبت کنه، قرصاشو به موقع بهش بده، بالاخره کار از محکم کاری که عب نمی کنه. اه بس دیگه، بخند بابا دیگه. بفهم دست در نکنه بابا، بذارش اونجا ما خودمون برمیداریم. الان پسر باید بخندی، خوشحال باشی. به خدا هیچی بهتر از این نیست که به آدم خبر بدن بچهش سالمه. تمام گرفتاری ها و غم و غصه های زندگی از جلو چشت محو میشه میره. شما اصلا مثل که متوجه شرایط نیستین. ما امروز رفتیم طلاق بگیریم، بعد شما نشستین راجع بچه داری حرف میزنی؟ پریا تو هم مثل اینو داری فکر میکنی؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه الان مشکل ما با این بچه قراره حل بشه؟ کی گفته که با اومدن این بچه مشکل ما حل میشه؟ خب منم از همین تعجب کردم، نشستی اونجا هیچی نمیگی، هرچی میگن. خب راه حل تو چیه؟ الان مشکل سویل و سیما با من حل شد؟ من قبول میکنم؟ این بچه رو قبول میکنم؟ 3 ساعت رفته تو اتاق در رو خودش قفل کرده. خب تو الان پیشنهادت چیه؟ چیکار باید بکنم؟ من اگه میدونستم چیکار باید بکنم که وضع زندگیم این نبود. حرفو نپیچون کیوان، درست بگو ببینم چی میخوای بگی. بس الان نیست نگهش داریم. اصلا در خودم نمیبینم که پدر بشم. در خودت نمیبینی که پدر بشی؟ پس اصلا غلط کردی که رفتی زن گرفتی. چه ربطی داره الان؟ حرف نزن کیوان. تو من این کشوندی اینجا که این مزخرفات به من بگی؟ چیتونه شما؟ هیچی. کیوان جونمون در خودش نمیبینه که پدر بشه. من دارم با شما صحبت میکنم. نه بذار بدونم. آخه تو چی از بقیه کمتره که نمیتونی پدر بشی پسر؟ یعنی شما نمیدونی؟ بیماری تو هیچ ربطی به این بچه نداره. ربطی نداره نه؟ نه. ببین تو که میدونی من چقدر دوست داشتم پدر بشم، چه آرزوی برای بزرگ کردنش برای تولدش داشتم، ولی نه اینجوری. وقتی خودم نمیدونم چند سال دیگه میخوام زنده بمونم، بچه میخوام چیکار؟ نمیخوام بچه‌ام بدون پدر بزرگ شه. آقا اصلا من بچه نمیخوام. چون تو بچه نمیخوای، بچه حق زندگی نداره. چون تو نمیتونی همسر خوبی باشی، ما باید از هم جدا شیم. چون تو نمیدونی با زندگی کوفتی چی کار بکنی، همه باید در به در آواره باشن. بسه کیوان، بسه. به خدا خسته شدم، خسته شدم از اینکه تو هی گند زدی و همه چیزو خراب کردی. اما این دیگه فرق میکنه، این بچمه. میتونی بمونی، مثل یه مرد، مثل یه پدر با هم بزرگش کنیم. نمیتونی، میتونی بری، خیلی راحت. من این بچه رو نگه میدارم، به دنیا میارم، بزرگش میکنم و خوبم بزرگش میکنم. مطمئن باش نمیذارم هیچ وقت جای خالی یه پدر ترسو رو تو زندگیش احساس کنه. Thank you.
کیوان وایسا پسر وایسا میگم و یعنی چی تا تخریب توقی بخوره خر میکنی بیدی الو بله 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 حال شما حالتون خوبه قربان شما خب تو مطمئنی؟ آره آقا من خودم باش رفتم پیش دکتر فقط یه مشکلی هست پول عملایی که باید بکنه بالای 100 میلیون در میاد خب چون پول نداره نمیخواد عمل کنه حاضرم نیست به کسی بگه این شد که گفتم به شما بگم شاید شما یه کاری بکنید چشم آقا چشم خداحافظ شما خداحافظ من چیزی گفتم به شما خیالت راحت حواسم هست یه وقت نرسه به گوشش نگران نباش دردسری برای درست نمیشه بفرم خیلی ممنون خوش اومدید آقا حبیب سلام حسین آقا سلام به به سلام علیکم حال مبارک قربان انشالله هر چیز زودتر شفا پیدا کنید برید به من آقا اذیت نشید بی بابا جان دست شما در نکن خیلی ممنون قربان شما خب بابا بهتره انشالله فرقی نکرده همجنون سابقه هم. گفتم بچه هات نیستن تنهایی حوصلت سر میره بیام یه سر بهت بزنم حال احوالی ببینم کاری باری چیزی دوتا جایی بردار بود نه زحمت نکش اصلا میل ندارم خیلی ممنون تعارف نکنسن آقا نه بابا چه تعارفی خب دکتر نگفت کی بالاخره از روی این صندلی بلند میشی؟ من و این صندلی حالا به هم چسبیدیم حسین آقا نه اینجوری هم نیست اتفاقا دیروز دکتر یه حرفی امیدوار کننده ای میزد یعنی چی؟ یعنی میتونه دوباره راه بره؟ بله آقا چرا که نه؟ خب خدا رو شکر نه امیدی نیست آقا امیدی نیست خب حتما دکتر یه چیزی میدونه که گفته میتونی راه بری بله آقا دکتر گفت با چند تا عمل و فیزیوتراپی آقا حبیب میشه همون حبیب سابق خدا رو شکر آقا پس دست نکن هر چه زودتر قرار عمل بذار اگرم نگران باباتی آقای مشیری هست منم کمک میکنم که انشالله هر زودتر سر پاشی از شما زیاد به ما رسیده تصمیم ندارم عمل کنم چرا؟ مشکلی هست؟ دکتر گفته هزینه عمل بالا در میاد مثلا هزینه چقدر میشه؟ سر حبیب جان اصلا نگران هزینه عمل نباش من هر چی که شد خودم تمام و کمال جور میکنم من هنوز اینقدر خوار و ذلیل نشدم که دستم پیش دیگرون دراز کنم باز میگه دیگرون؟ بابا ما با هم فامیلیم اصلا به نفع خودته به نفع همه است به بچه هات فکر کن میدونی چه زجی دارن میکشن؟ شما این وسط چه نفعی میبری؟ شما الان به فکر بچه هایی؟ یا میخوای بدبختی منو وسیله خوشبختی بزرت بکنی؟ باز داری لجبازی میکنی ببین حسین آقا بزرگتری مهمونی احترامت واجبه دفعه قبلم این حرفو زدی منم جوابم رو دادم من حاضرم تا آخر عمرم به این صندلی بچسبم اما یه پاپاسی از شما پول نگیرم هیچکی ندونه شما که خیلی خوب میدونی مسبب تمام این بدبختی ها به سر خودته به پسر من چه ربطی داره حبیب جان خسته هم حسین آقا میخوام استراحت کنم لطف کردی اسم آوردی
چی شد؟ بد قلقه حرف تو کتش نمیره، میگه من یه قرونم از تو قبول نمی کنم. خب معلومه اینجوری راضی نمیشه. تازه طلبکارم هست، یکی دیگه حالش داره ناکارش کرده، تمام بدبختیاش انداخت گردن تو. من خودم هم بعد با شما میومدم تو. میومدی که چی بشه؟ اون حتی چشم دیدن تو رو نداره. من میدونم چی جیر رازش کنم. بریم. آقا من یه حرفی زدم به خاطر خودت بود. حالا یه اتفاقی ناخواسته افتاده. این بنده خدا میخواست بهتون کمک کنه. من زیر دین اینا نمیرم. اینجوری داری فقط زندگی رو برای خودت سخت میکنی. تو خبرش کردی؟ اصلا فرض کنی من خبرش کردم، چه فرقی داره؟ با بعدن کار میکنی، سرپاکی شدی، پولشو پس میدی. منتش خیلی بیشتر از 100 میلیونه. بعد آقا مشیری، شما لطفون توی مسائل دخالت نکن برادر من. بجور به کارت برس. از صبح تا الان قرار یه زنگ و درست بکنی، همینجوری وایسید با من داری ور حرف میزنی. من سلام. سلام. بچه ها خونه؟ نه مدرسه. کی میره دنبالشون؟ سرویس دارن. دریا بالاست؟ خیلی از دست دستوانیه. سلام. واسه چی اومدی؟ یعنی دیگه اینجام نباید بیام؟ تو حرفاتو زدی؟ نه هنوز همه حرفامو نزدم پریو. من به حرفات گوش نمیدم کیوان. این بچه ای منه، تو حق نداری به هم بگی چی کارش کنم. پریو گوش کن. هیچی نگو کیوان. بذار اصلا چند روز هم دیگر رو نبینیم. نمیشناسیش؟ نه، شوخی ازیتم کنه. بفرمایید. بفرمایید آقا. بفرمایید. برو آقا دنبال شهر نگه. فامیلش برو آقا. مسئولیت این بچه‌ها منه. برو. سهیل، راجع به پدرته. میخوای حالش خوب بشه یا نه؟ ما میخوایم عملش کنیم. تو و سیما باید راضیش کنی که قبول بکنه. میخوای دوباره سر پا بشی یا نه؟ اما چیکار کنم؟ مگه نگفتی نمیشناسیش؟ فامیلمونه. بیا بریم دنبال سیما بدونیم. چیکار میکنی؟ کجا بریم؟ سب کن. راننده بچه ها زنگ زد. خب چی میگه؟ کیوان رفته دنبالشون. کیوان؟ سلام. 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 چی شده با؟ ها؟ مگه باید چیزی بشه ما بیاییم به بابا هم سر بزنیم؟ نه خیلی هم خوش اومدی. مطمئنید مشکلی پیش نیومده؟ آره. پس این چرا قیافش این شکلیه؟ نه چیزی بگو.
دلمون مرزم تنگ شده بود، اومدیم شما رو ببینیم. خوب ایشالله زودتر خوب بشین. بچه تون خونه مشکلی ندارین که؟ خونه؟ شما به خونه چی کار دارین؟ ما میخوایم خودتون زودتر خوب شید. نه جواب منو بدین، کیوان میاد تون خونه؟ نه ولی قراره بیاد. ما این نرفتن دادگاه؟ چرا رفتن؟ خب بس مشکلی نیست که، مامانتون داره همون کاری رو میکنه که شما دلتون میخواد. اینجوری هم که شما فکر میکنی نیست. بابا حالا مامان چه از کیوان جدا بشه چه نشه، ما میخوایم با شما زندگی کنیم، میخوایم زودتر بسونیم را بریم. بله سب کن سیما، تو منظور چی بود که اونجوری هم که شما فکر میکنید نیست؟ یعنی از هم جدا نمیشن، همه چی به هم خورد نمیشن، یعنی نمیتونن. مامانتون پشیمون شو؟ نه قضیه یه چیز دیگه است. خب درست حرف بزنه من بفهمم جریان چیه. یه کلمه تو میگی یه کلمه اون میگه. اه شما دوتا چرا اینجوری میکنی؟ سلام. سلام. واسه چی سر خود اومدین اینجا؟ با شما چرا حرف نمیزنین؟ خوشتون میاد منو بازی میدین؟ قدم نورسیده مبارک. بچه ها که نمیتونن الان از تو توقع داشته باشن که از کیوان جدا شی. محل زندگیشونو که خودشون میتونن انتخاب کنن. مامان ما نمیخواستیم اذیتت کنیم، ما فقط میخواییم بابا خوب شه. ولی دقیقا دارین اذیتم میکنین. خوب شدن باباتون چه ربطی به این بازی ها داره؟ اصلا کی بهتون گفت بیا اینجا؟ کیوان. این بچه قرتی چه کار هست که اجازه بده یا نده؟ من بیرون منتظرتونم. نمیای تا بابا قبول نکنه عمل بشه. ما هم نمیای. اون بهتون گفته که حرفا رو بزنین؟ دکتر بابا گفته بابا اگه عمل کنه خوب میشه. اول باباشو فرستاده که پولشونو به رخ من بکشن، حالا این بچه ها رو میخواد خودش خرج عمل منو بده که مثلا قهرمان شه. کور خونده. مگه خرج عملی تو چقدر میشه؟ اصلا هیچی، 1000 تومن. نجس اون پولی که من بخوام از اینا بگیرم. خب اگه دکترها میگن عمل کنی خوب میشه؟ من 100 سال سیاه نمیخوام اینجوری سالم شم. برای انتقام گرفتن حاضری تو کجا پیش بری؟ چرا اینقدر خودخواهی تو؟ نمیبینی این بچه ها نگران وضعیت تو هستن؟ بهم کی داره اینجوری حرف میزنه؟ من خودخواهم؟ تو داری حرص میزنی که زندگی خودتو درست کنی؟ فکر میکنی من نفهمم؟ تو اگه خوب بشی من چه بهونه‌ای دارم بچه ها رو ببرم پیش خودم؟ یه لحظه فکر کن ببین حرفی که میزنم به نفع خودم یا به نفع تو؟ ببین بچه ها دست و پا گیرتن، یه جنو بخوای ردشون کنی برن که بری به زندگیت با اون پسر کیوان و این کوچولوت برسی. فکر میکنی من خرم. خیلی وقیحی حبیب، من فکر میکردم تو عوض شدی، ولی حتی سر سوزنم تغییر نکردی. سر هر چیزی حاضری شرط ببندی، همش به فکر خودتی. این دیگه زندگی خودت و بچه هاته. شرط بندی و قماربازی نیستش که جلوی رفیقات کم نیاری. نمیای؟ میخواستم همین چیزا رو بهت بگم، خودت نذاشتی. چی رو میخواستی بهم بگی؟ کم مشکل داریم کیوان؟ تو این آدم قدر اجباز رو میشناسی؟ چرا میشناسمش؟ الان میدونم که مشکلش منم، من باید برم باش صحبت کنم. لازم نکرده، میری وضعیت رو از این هم کس خرابتر میکنی. پریا من بهت قول میدم میرم یه جوری باش صحبت کنم که هیچ مشکلی پیش نیاد.
یه بار به من اعتماد کن. اینو براتون درست کردم، یه 7-8 مترم سیم اضافه گذاشتم که هر جای خونه خواستید ببرید. دست درد نکنه. بذارم بغل تخت. بله بله لطفاً بذار بردار. خیلی ممنون. سلام. از چی اومد اینجا؟ اومدم باید یه چند دقیقه حرف بزنم. تو به چه حقی با این مریضی داری تو شهر وول میخوری؟ من اگه الان اینجام فقط یه دلیل داره، اونم به خاطر اینه که خودمو تو اتفاقی که برای تو افتاده مقصر میدونم. ولی تو چرا داری خودتو به خاطر من نابود میکنی؟ برو بیرون حبیب. الان چی برات مهمه؟ کم کردن روی من یا خنده بچه‌هات؟ زایی شدن پریا یا سلامتی پدرت؟ طلاق گرفتن ما یا سلامتی خودت؟ چی؟ من هیچ حرفی با تو ندارم. برو بیرون. ببین این پولی که ما میخواییم به تو بدیم صدقه نیست، خورد خورد بهمون برمیگردنی. ببند اون دهن کثیف تو، ویروس همینجا رو برداشت. گم شو بیرون. برو بیرون.